سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرش و فولاش. توی این ویدیو میریم سراغ ترک دوم از آلبومی به ترتیب اگه حساب کنیم ترک دوم از آلبوم پی از گاد پوری به اسم بالنسیاگا فیت یانگ سادن که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. میتونید موزیک رو از اونجا گوش کنید و از اونجا استریم کنید. اینجا ریاکشن ویدیو به موزیک هست. به جز اون لینک صفحه من توی فضای مجازی به علاوه ستاپ پلی لیست یوتیوب اسپاتیفای و ساوندکلاود به علاوه لینک اجزای ستاپ مثل دوربین لنز میکروفون نور تابلو لوگو توی دیسکریپشن هست. اگه دوست داشتید سر بزنید به اونجا. ویدیو یه نکته مخفی داره. اول اینکه توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه و اگر فوگن ها رو باچید تو کامنت بریم سراغ ترک بالنسیاگا فیت یانگ سادن از گاد پوری از آلبوم پ بریم. خب یه نکته ای که حقیقتا من خیلی منتظرشم، من میدونستم توی این آلبوم از یعنی مثلا شاید پارسال میدونستم که توی این آلبوم یه فیت هست از یانگ سادن با پوری و به خاطر اینکه ببین کلا یانگ سادن استایل خیلی یونیکی داره، پوری استایل یونیکی داره، یه سری از مثلا آیسم توی این آلبوم هست استایل خیلی یونیکی داره و خیلی خاصه و شبیهش نیست، کمه و این سری آدم‌ها من خیلی امیدوارم به همکاریشون هم دیگه به خاطر اینکه اگر مثلا مثل مودی موسوی و مهرادیدن اگر اتفاق عجیبی قرار باشه بیفته و یک صدا و ساوند و چه می‌دونم موزیک عجیب غریبی قراره بشنوه آدم، معمولا از این دوتا ترکیب، معمولا که میگم الان به صورت تئوریک، معمولا از این جور ترکیب آدم میشنوه که یه ساید دیگه هم داره. ممکنه خب ترکیب اتفاقا چیز خوبی هم ازش در نیاد، ممکنه شیمی اون استایل مثلا شرق و غرب خیلی به هم دیگه خوب نشینه، چف نشه، اما واقعا من خیلی یعنی دوست دارم این ترک خوبی باشه به خاطر اینکه استایل جفت آرتیستا رو من دوست دارم، به نظرم خیلی پایه قویی دارن جفتشون، اصلا از ظاهر بگیر تا استایل خوندن تا همه چیشون یه سری استایل خاص و یونیک دارن جفتشون دیگه. پرودوسر جانک میکس و مسترینگ ایلاکه بالنسیاگا، اینو تو تیزر تو استوری آکیو دیده بودم. برو بریم آخشون پوری خواننده. دراب نداد جانم صدا رو میشنوی؟ دراب رو بگیر. کل ترک اگه همین باشه به از آنها هشته جدی دارم میگم، یعنی ترکیبمون بلنسیاگا ملودی های بلنسیاگا گفتنه پوری با اون صدایی که گفتم ملودی وکال سمپله، فکر کنم وکال سمپله که افکت داره روش با اون ملودی بل، فکر کنم ملودی بله، آره ملودی بله، خیلی تمیز شده با درامنای نشان بسه. اگه میشه پشت فرمون دندون نم، اگه هست کسی که پشت فرمون دندون نزنه احسنت به دافت، دافت اون شخصی که پلوی پوریه منظورمه. سرش دافت حالا نشست فرم، سرش زیر فرمونه بری آجی نیا کن چی کار میکنه. ولی یه مصرع فقط گفت ولی، بعد یه بیت مهم گفت خیلی خفنی، نوشم تمام بود برو، خیلی درش خفنه.
یا اول فصل. بعد یه صدای عجیب شنیدم از پوری، بذار ببینم. خیلی این ترک خفنه اصلا، وای به شما نشینم جایی تا حالا همچین وای بی، یه وای به کسافت مثلا چشتا قد اینجوری کنی گوش کنی داره. ببخشید گوشیم داره زنگ مثلا حواست. الان رامتین حاجی بلنسیاگای فوریا یانگ سدن رو گوش کن، من از وسط ریاکشن میدونم خیلی خفنه. کجا ساعت رسید دن خونه توی کنم و سچم آل کشید جوری که نورت شد پشت تا چشید سرم شد و یاقی ترس از خودت فلان میخونم کارم و هست میترم چون نشده دایدکتشون اکسپت بیبی وای سالان یه صدای های پیچ اینجوری تا حالا نشید بودم از پوری. آجی روی این بیت قرار داری روی این بیت هر کاری کنی خفنه، حتی اگه دافش دندون بزنه. جوری که نورت شد پاچتا چشد سلم شدی طرف و یاقی ترس از خودت فلان میخونم کارم و هست بیترم چون نشده دایدکتشون اکسپت بیترم اون نشده دایدکتشون اکسپت بیترم چون نشده دایدکتشون اکسپت اگه سادن به همین من واقعا نهونیمم الان، واقعا الان با ترک نهونیمم. اگر سادن همین روند رو ادامه بده ده بدم به این ترک. ببین خیلی از لحاظ فرم اصلا تو رو قرآن یک کامنت راجع محتوا پودوا نذارید دعوا میشه، اصلا نیازی نداره به این ترک به محتوا. من احساس کنم دارم موسیقی کلاسیک گوش میدم، اینقدر فرم این موسیقی خفنه. اصلا این فوکال سمپه رو نگاه کن، زد بالنسیاگا نو کپ باگن حالا بشین بزن پشتم بازر فینو بدون یه سری یا رفیقت نیستن فقط خواهشو ندارن دشمن باشن فکت FACT فقط خواهشو ندارن دشمن باشن هلان وید کار میدونی به انساد نداره وجدان به ترسکم ملودیو تهران چون ترش میبینم جهنم یا زندان کجا ساد رسید آجی خیلی دارم میدونم برام میگم باس به میدم با رایم جرت جوری که نمونه یه دونه رود راست دلت نه بابا آجی جفتشون های پیچ ساوند و بیبی وایس و اینا دارن. من بچه ها خیلی گرم، یه دقیقه وایسید ناموسن. من حالم بده، خیلی موزیک خفنه. من یه آب بخورم، نه آب بخورم وای من میخوابه. اصلا وضعیت خرابه. حاجی من میخوام با اسپیکر روش کنم، ببخشید. یه خواهی کیفیت صدا میاد پایین، من نمیتونم یه جا بشینم. موزیک خیلی خفنه. ورس ساده از اول گوشی بیدیم. بالنسیاگا نو کپ با گنگ حالا بشین بزن پشتم بازر فینو بدون یه سری یا رفیقت نیستن فقط خواهشو ندارن دشمن باشن ای ملودیک سویچ رو نگاه میدونی بنزاد نداره وجدان به ترسکم رون تا تهران چون ترش میبینم جهنم یا زندان کجا سادرسه میدونی این ورم میگم باس به میدم با رو
نمونه یه دونه رو دل راست سویچ سویچ فلو سویچ کار رو گازه میشه لی یه بلاده فیک می تو کارش یه داب فور ریل این چه تجربه‌ای بود از موزیک گوش دادن دیگه. حاجی من همین الان دوست دارم باشگاه. دوست دارم باشگاه تمرین مثل کوریوگرافی کنم روی موزیک. خیلی خفن بود. اصلا نشیده بودم تا بدین روز چنین وایبی نشیده بودم. حرف خیلی نمیتونم الان حرف بزنم راجع به موزیک. دیگه نیازی هم نیست راجع به موزیک. چرا؟ یه سری حرف دارم البته در عین حال که خیلی توجهی نکردم از نفس دارم میزنم. اصلا خیلی خفم بود. ببین ایده هسته ای موزیک آها این بذار رویه همیشه که این بود موزیک بالنسیاگا پوری فیت یانگ سودن چک دوم از آلبوم په از گاد پوری. عرضم به حضورتون که همون ایده اولیه که توی اینتری بیت من گوشت پاز کردم و گفتم چه ترکیب حالیه، ترکیب وکال سمپله و اون رینگ های بلی که ملودی لوب شده و ملودی اصلیمون تشکیل داده، درام لاین های پرسکوت و پردراپ، سویچ های به موقع مسیر عوض شده باشه. ترکیب اولیهی که ترکیب هسته بیتو تشکیل داده یعنی همون دو لایه ملودی و حالا درام لاین، به نظرم انقدر ایده هستهیش جذابه که این تو به صورت خالی این بیتو گوش کنی بیتو خفنی و واقعا حوصله سر نمیره، اصلا هایپ میکنتت. حالا به بهترین نحو به نظر من سوا وکال جفت آرتیست ها به بهترین نحو، یعنی هر چی خوب بگم کم گفته، سوار شده بود روی این بیت، قشنگ تکمیل کرده بود کار رو به نظر من. یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که یه سری ایدر انگار میدونی چی شده، انگار مثلا من باش من پوریم شما یانگ سودن شما هر کی میخواد باشید من، یعنی من بچه بودیم کاراکتر کارتونمون انتخاب میکردیم اون میشدیم، من پوریم آجی هر کی، تو اصلا کاراکتر ویچر باش، تو اصلا آرتور مورگان پوری. مثلا فرض کن من پوری با شما یانگ سادن نشستیم راجع به موزیک صحبت کنیم، انگار دو تا ایده اینجا مطرح شده، یه ایده های پیچ وایس، های پیچ ساوند و بیبی وایس و صدای قسمت آخر ورس هر کدومشون که صدای اینجوری داشتن، یکی اون ایده بود، یکی ایده ملودیک خوندنشون بود، ملودی یه قسمتی از موزیک جفتش وکال ملودی یه قسمتی از ورس جفتش شبیه هم بود، این ملودی رو منظورم مشخصا، انگار این دوتا ایده مثلا ریخته شده بود روی میز، هر کدومشون با ابزارهایی که دستشون داشتن با حالا خلاقیت خودشون با این دوتا ایده به بهترین شکل ممکن بازی کرده بودن. من اینو خیلی اصلا کلن این اتفاق تو هر چیزی دوست دارم، توی رقص هست، توی رقص چیش جز اصلا به اینا ما چی میگیم، مثلا تو قالب بتل که میره بهش میگیم ریسپانس، مثلا یه شخصی میاد با یک ایده حرکت یه حرکتی رو میزنه در جوابش حریفش میره با اون ایده حرکت خلاقیت خودش رو بهش اضافه میکنه و جواب طرف رو میده، اصلا یکی از جذابترین کارهای دنیا به نظر من توی چه همکاری کردن چه رقابت کردن یکی از جذابترین اتفاقات دنیاست که یک ایده رو از چند سمت مختلف بهش نگاه کنید. هم از این نظر به نظر من جفت آرتیست و هم سادن هم پوری خیلی خوب عمل کرده بودن، یعنی اون ایده هسته‌ای رو قشنگ هر کدومشون با خلاقیت خودشون پرورنده بودن. خیلی باحال فلوها همه، اصلا من همچین فلوهایی نشیدم. آها اینم بگم، اگر از نظرتون مثلا اگه مخاطب رپ واقعی و اینجور چیزا هستید احتمالا این ترک براتون 3/10 خب، به خاطر اینکه خیلی کاریه که در رپ فارسی اصلا هنوز جا نیافتاده، خیلی زوده این چیزا، مثل مثلا کارهایی که در مورد سینجی ما حرف می‌زنیم همونه، در مورد آیسم حرف می‌زنیم همینه، هنوز عادت نکردن گوش مخاطبای هیپ هاپ تو ایران به این چیزا عادت نداره خب، و احتمال این که از این ترک یه سری خیلی خوششون بیاد یه سری خیلی بدشون بیاد خیلی زیاده، ولی من با این ترک واقعا 9.5 10 نمیدم چون 10 نداریم خب، ولی 9.5 پلاس 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 هم من با این ترک نظرم یکی از بهترین ترک هایی بود که امسال شنیدم، در کنار مثلا یه چیزی مثل ماریو پوزو، ماریو پوزو هم یکی از بهترین ترک هایی بود که من امسال شنیدم، و همین بچه ها شما نظرتون رو بنویسید راجع به موزیک، راجع به ریاکشن ویدیو، ویدیوهای دوست داشتید
ریاکشن ویدیو احتمالاً نظرتون راجع به ریاکشن ویدیو اینه که ما اومدیم ریاکشن ببینیم نه هد زدن. اوکیه، بنویسید هر نظری دارید بنویسید. آزادی بیان، آزادی اندیشه. عددتون بعد از اولین بار شنیدن موزیکیاتون رو بنویسید. اگر ویدیوهای کانال رو دوست داشتید سابسکرایب بهتون نره یه دونه. زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود آقا ویدیو از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید. فعلا من امروز فقط این ترک رو گوش میدم، بقیه ریاکشن بعدن آپلود میشه، بعدن ریکورد میشه. و اگر با ویدیوهای کانال کسی فکر میکنید حال میکنه، ممنون میشم که معرفی کنید ویدیوها رو بهش. بهترین تبلیغ برای ما همین سینه به سینه و استوری گذاشتن و میم ساختن و اینجور چیزاست. همین دیگه، دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی. فو بله سیاگا نوکن نه 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 نه